امروز قراره که ببینیم پلیستیشن پلاس به چه صورته و اشتراکای مختلفش رو با هم مقایسه بکنیم، هم مقایسه با گیم پاس داشته باشیم، هم لیست گیم هاشو ببینیم و نهایتا ببینید که به دردتون میخوره یا نه، و اگر به دردتون میخوره 100% برین سراغ خریداریش. اول تفاوت رو نشون میدیم، بعد میریم تو پلیستیشن و نشون میدم بهتون که لیستش به چه صورته. اولا تفاوت ها، استنشوالش که میشه دقیقا همون عادی که قبلا هم بوده، که اگر اون روی PS5 داشته باشی یک لیستی از گیم ها هم داری، یه لیست بزرگی که قدیم معرفی شده بود قبل از اینکه این PlayStation Plus جدید بیاد. رو هم PlayStation Plus معمولی کسایی که PS5 داشتن اون لیست بازی هم داشتن، بنابراین استنشوال هم دقیقا همون حالته و فرق اضافه‌ای نداره. بماند که یه ذره نگاه کردن دیدم برای PS4 ش هم استنشوال یه سری بازی اضافه داره جدا از اون ماهانه‌ای که به مخاطب داده میشه. میمونه اکسترا و پریمیوم. اکسترا که یه سری لیست خیلی بلند بالاییه از بازی‌های PS4 و PS5. یعنی PS5 ها که خب طبیعتاً باید PS5 داشته باشین و اگه داشته باشین بازی PS4 هم طبیعتاً میتونید تجربه بکنید. ولی خب اونایی که PS4 دارن طبیعتاً بازی PS5 رو نمیتونن تجربه بکنم و اون بازی هایی که مال PS5 شاملشون نمیشه. و اما نکته مهم پریمیومه که تفاوتش با اینا اینه که یه سری بازی های کلاسیک داره روش، یعنی بازی پلیستیشن وان و یه سری بازی رترو زیرخاکی قدیمی. یه دونه سرویس آنلاین داره دقیقا پلیستیشن ناو که یه سرویس استریمینگ داشت، یه سری بازی خاص و به خصوص رو به صورت استریمینگ بدون اینکه دانلودش یعنی بکنید میتونستین بازیش کنید، این هم داره. و یه نکته خیلی مثبتی که داره، یه سری بازی‌ها یا حالت دمو نمیگم، میگن تریال اگه اشتباه نکنم وجود داره که شما میرید بازی رو دانلود میکنید. مثلا هورایزون فوربیدن وستش اگه اشتباه نکنم 5 ساعت بهتون زمان میده که بازی رو تجربه بکنید، 5 ساعت بازی رو تجربه میکنید اگر دوست داشتید و دارین بخرید. این خیلی چیز خفنیه که پریمیوم جدا داره. بعد باز لیست بازی پلیستیشن 3 و اون قصه ها و اون قابلیت های اکسترا و استنشال و اینا هم که طبیعتاً داره. خب ما میریم سراغ لیسته که با هم ببینید. اینجا دارین تصویرشو. خب شما دارین همینطور که این لیست رو میبینید من یه سری توضیحات هم میدم. اولا یه نکته رو بگم، دقت نکنید به اینایی که زده پریمیوم، اینا در حقیقت همون اکستران و جفتشون منظورشه، یه چیزی که کاملا مشخصه دیگه. وقتی اعلام شد که اکسترا پریمیوم تفاوتی با هم ندارن، فقط تفاوتش اون چیزایی که نام بردمه، دیگه مطمئن باشین این دقت نکنین این قسمتی که نوشته پریمیوم، این لیست برای هم اکستراس هم پریمیوم و کل این بازیایی که می‌بینین برای جفتشون هستش. یه سریاش مثل اینایی که فکر کنم اسم نداره، اگر اشتباه نکنم برای استنشوالش هم هست، فکر می‌کنم بزنین روش مشخص میشه. آره اینجا نوشته شامله دیگه، شامل اون پلی استیشن پلاس معمولی مثل اینکه. خب اینجا لیستا رو میبینیم، بازی خفنی داره، مایلز مورالز، دز استرندینگ، هورایزن، گاد آف وار و همینطور. من آروم آروم میرم پایین، شما لیستا رو ببینید و خیلی بازی خفنی داره. حالا تفاوت‌ها شما همین بین که شما دارین بازی‌ها رو نگاه میکنین هم میگم. گیم پاس طبیعتاً تفاوتش با پلی‌استیشن پلاس که تفاوت خیلی مهمی اینه که بازی‌های انحصاریه ایکس باکس همشون روز عرضه روی گیم پاس میان، اما برای پلی استیشن پلاس به این شکل نیست چیزی که تا الان اعلام کردن، و بازی ها احتمالاً بعد از چند وقت بعد از اینکه منتشر میشن میان روی پلی استیشن پلاس. روز عرضه قرار نیستش بازی ها بیان روی پلی استیشن پلاس. ولی خب یه سری بازی به خصوص ایندی احتمالا هستن که روی پلی استیشن پلاس هم روز عرضه میان، مثل استری که اعلام شد و گفته شد که روز عرضه در حقیقت روی پلی استیشن پلاس. حالا همینطور که لیستو میبینید پریمیوم رو توضیح دادم در موردش و به شخصه احتمالا میرم سراغ پریمیوم. حالا چرا من بیشترین بازیایی که دقیقا میخوام همه روی پلی استیشن پلاس اکسترا هست، اما یه سری بازی های کلاسیک و یه سری بازی های رو پلیستیشن 3 بوده که من دوست داشتم بازی کنم و نتونستم و روی پریمیوم هستش، خب خیلی به بنده کمک میکنه. من قیمت ها رو ندارم خیلی الان به یادم نیست، ولی میدونم که پریمیوم رفتم قیمت رو نگاه کردم 3 ماهش، من چون اکانتم انگلیسه 50 پوند 3 ماهش، 50 پوند میشه 1800 و اگه اشتباه نکنم بر پریمیومش بود، احتمالاً مثلا به دلار هم بخوام بگم فکر میکنم حدود 40 دلار 45 دلار این حدودا باشه، که همون یک و مثلا 700 500 اینا در میاد واسه تون.
و جایی هم که بریم بخرین برای پلیستیشن پلاس، من پیشنهاد نمی کنم الان برای خرید پلیستیشن پلاس برید از این سایت ها استفاده کنید، چون یه سری سایت ها هستن مثلا میگن نمیدونم اکانت پلیستیشن پلاس اکسترا مثلا میفروشه. الان یه ذره زوده دنبال این شکلی خرید کردنش از نظر من نرید و اکانتتون رو با گیفت کارت شارژ کنید و خودتون برین از داخل پلیستیشن استور در حقیقت برین گیما رو بخرید. من این رو پیشنهاد میکنم. گیما رو هم که دارین میبینید تموم نمیشه، خیلی زیاده. یه سری گیمای خیلی الان دارین، تعداد ایندیا خیلی زیاد شده این تو، و ولی ما بینش گیمای خیلی خفن هم هستش که میتونید بازی کنید. مثلا این لوز فورتون مثلا یه بازی خیلی باحاله، اینو مثلا میتونید برین تجربه کنید. بازی ایندیای خیلی خفنی هم توش گذاشتن و نهایتا هم اینم تموم شد. در صورت این بود از لیستش. این لیست تازه اول راهه برای پلیستیشن 3 و کلاسیکشو الان من نمیتونم بیارم، ولی خودتون دوست داشتین بریم ببینین. اونا هم قرار آپدیت بشن. گیمای سریالی که گذاشتن شما میتونید چند ساعت بازی کنید اگر دوست داشتی گیمر رو بعدا بری بخری. اونا هم قرار لیستشون افزایش پیدا بکنه. مثلا بازی انصاری دو سه تا توش بود من نگاه کرده بودم و هنوز یعنی راه داره که کلی بازی ها به شکل همون دمو تقریبا، ولی خب مثلا خیلی تایم بیشتری میتونید تجربه کنید بازی. و خلاصه این بود از لیستش لیست خوبی بود، قابل قبوله و خیلی از بازیه که من واقعا دوست داشتم بازی کنم توش هست و احتمال زیاد میخرمش. البته تایمی که طبیعتا پولش باشه و با 3 ماهه پریمیوم هم شروع میکنم. ممکنم نظرم عوض شه، ترجیح بدم که اوکی مثلا به خاطر چه میدونم 4-5 تا بازی که رو کلاسیک هست یا روی در حقیقت پلیستیشن 3 هستش نرم و پریمیوم نخرم، همین اکسترا رو بخرم که طبیعتا خیلی ارزون تره. خیلی ارزون تر که دروغه، ولی خب ارزون تر طبیعتا. خب گیم تریالزشو میتونم بهتون نشون بدم. آها این گیم تریالزش آقا چیزایی که الان روش هستش، شما پریمیوم بخرید این گیم ها رو میتونید به صورت حالت دموتوری برید. مثلا فوربیدن وست هستش که شما میتونید اگه اشتباه نکنم گفته بودم 5 ساعت میتونید تجربهش کنید. این بازی ها هست الان یه سریاش نیست فکر کنم، اونا فقط برای مثلا پلی استیشن 5 مثلا سایبرپانک یادمه بود. تو بخش کلاسیک گیماش طبیعتا یه سری بازی های پلیستیشن هیتس هم هست، مثلا گاد آف وار توش هست. آره این بازی ها برای کلاسیکشه. نمیدونم چرا نوشته کلاسیک، اصل داستانو نیستن توش ها داداش. این چیزایی که من میخوام نه هستن. کسلوینیا هست، اوکی دیگه فکر کنم این الان با هم. آره این فکر کنم جدا از کلاسیکا با پلیستیشن 3 و همه با همه فکر میکنم. چیزایی که من دارم میبینم همه قاطی هن با هم. چقدرم زیاده. این لیست طبیعتا فقط برای اونایی هم که فقط برای اونایی که آره اینا این مال ردد مال پلیستیشن 3. اوکی این لیست کلش هم کلاسیکا هست هم بازی پلیستیشن 3 و این قصه هاست. خیلی هم داره دیگه طبیعتا با هم باشن لیست یه ذره طولانی میشه، جدا جدا باشن خیلی راحت تر. اوکی آره این کلاسیک با هم بود دیگه، لیست دیگه ای نداره از اینجا بیارم. و اینجا زیرشون نوشته برای این لیست ها باید شما حتما پریمیوم داشته باشید و اینجا نوشته که برای این نیازمند اکسترا این، که حالا اشاره نکرده اینجا هم پلی استیشن پریمیوم اینا رو دارن هم مثلا اکسترا، فقط صرفا زده اکسترا. خلاصه بود این آقا از لیستشون. کلاود استریمینگش هم من اینجا فقط میارم که اگر بیاره. اینا همه کلاود استریمینگ هم میشن؟ جدی؟ اوکی کلاود استریمینگ هم خیلی تو ایران جواب نمیده، همون حالتی که گفتم استریمینگ میتونید بازی ها رو تجربه بکنید. اینا همه لیستش الان کلاود استریمینگ بعید میدونم. اینا هم بازی های این ماهشه که طبیعتا یه سری بازی ها مثل قدیم که پلیستیشن پلاس ماهانه یه سری بازی خاص و فری میکرد همون جوری هستش. خلاص آقا این بود از لیستی که دیدید. اگر دوست دارید خب طبیعتا میرین سراغش، اگر هم دوست نداشتین که هیچی دیگه. پیشنهاد من طبیعتا زورش به گیم پاس نمیرسه، گیم پاس خیلی خفن تره. لیست گیم پاس هم بازی های با کیفیت تری حس میکنم توشه، ولی واقعا اگر که پلی استیشن برای مثلا تازه خریدین، نداشتین تا الان پلی استیشن مثلا 4 رو نداشتین یا رفتین 5 خریدین، خیلی این سرویس خفنه برای شما. تمام تقریبا بازی های انحصاریشون روش هست،
و چقدر خوبه که برین سراغ اکسترا. من پیشنهاد میکنم بیشتر برین سمت اکسترا، مگر اینکه درگیر سر بازی های خاص باشین که روی پلیستیشن 3 بوده یا کنسول های قدیمی تر مثل پلیستیشن 2 وان. خلاصه که من حال کردم واقعا و خیلی حرکت خفنی این سرویس دوست داشتم و میخرم، چرا که خیلی از بازیایی که دوست داشتم تجربه کنم روش هست دیگه. اینجوریه، شما خودتون میدونید دوست دارین بخرین دوست دارین نخرین. سابسکرایب و لایک و کامنت یادتون نره. سعی کردم خیلی خلاصه باشه و گیم ها رو هم سعی کردم تون تون رد کنم و شما اگه خواستین گیم به خصوص دیدین اون لابلا استوب کنید و ببینید. این از این ویدیو و خداحافظه شما.